با تقدیم درودهای فراوان خدمت یکایک که شما عزیزان برنامه بازشناسی باورها در روزی دیگر پنجشنبه 28 تیر ماه برابر با 18 ماه جولای یا ژوئیه در خدمت شما هست. مباحث مربوط به امر سیاسی رو پیرو به آن مباحث گذشته که به فهم رفتاری رژیم جمهوری اسلامی بود ادامه میدیم. به عنوان شاهد و نمونه یک مبحث جزئی تر رو در دستور کار خودمون قرار دادیم و اون پیرامون بحث تروریسم، یعنی چیزی که به عنوان یکی از شاخصه های رژیم جمهوری اسلامی امروز شناسایی میشه و بازوان او مثل سپاه پاسداران آرام آرام در لیست گروه های تروریستی کشورهای غربی قرار میگیره. خب این عنوان بیتاوان نیست. بسیاری از تحلیلگران ما سعی میکنن چون این مباحثی رو معطوف به مطالبات یک رژیم بدانن، یعنی خواستگاه یک رژیمی که اندیشه های عده روحانی سیاست های اون رژیم رو تعیین کنه. و امروز ما به این مباحث ادامه خواهیم داد تا بدانیم و بفهمیم که آیا واقعا مسئله تروریسم فقط و صرفاً به اندیشه های چهار آخوند یا روحانی مربوطه؟ آیا تصمیماتی است که صرفاً در نهادهای تصمیم گیرنده جمهوری اسلامی مثل نهاد رهبری، مثل شورای عالی امنیت ملی، مثل مجلس یا ریاست جمهوری تعیین میشه؟ یا اینکه نه، برگرفته از اندیشه ها و دیدگاه های مبنایی تر است؟ در نوبت پیشین که جلسه اول پرداختن به بحث تروریسم بود، ما سعی کردیم یک تعریفی از تروریسم بدیم، عناصر اون رو بشناسیم، انگیزه هایی که تروریست ها جذب میشن رو بررسی بکنیم و بعد برگردیم به بحث ایدئولوژی که این ایدئولوژی کارکردی برای تروریسم داره. این بحث رو امروز هم ادامه میدیم چون به عقیده من بسیار پر اهمیت بحث های مبنایی. اگر ما این بحث های مبنایی رو فهم کنیم، به شکل مستاقی میتونیم کارها رو پیشبینی کنیم که این رژیم ها یا گروه های دیگر به چه دلیل چنین رفتاری میکنن. مسئله تروریسم فقط معطوف به اسلام نیست، فقط به جمهوری اسلامی مربوط نیست، به گروه های دیگر هم مربوطه. برای همین تبیینی به دست بدیم که بتونه به ما کمک بکنه برای فهم پدیده تروریسم. از همان بحث ایدئولوژی من مبحث رو پی میگیرم و به سمتی میریم که بتونیم وارد بحث‌های مستاقی و به شکل جزئیش بشیم، یعنی از صدر اسلام آغاز بکنیم و تا به زمان کنونی این گروه‌ها و اشخاص و ترورهایی که صورت گرفته رو فهم. در مورد مسئله ایدئولوژی به آنجا رسیدیم که خب این ایدئولوژی سبب یک هویت جدید به گروه‌های تروریستی میشه، چه از بعد شخصی چه از بعد سازمانی. یعنی اگر کار تروریستی صورت میگیره، شما میبینید بعضی از گروه های تروریستی مثل داعش یا گروه های دیگر بلافاصله قبول میکنن مسئولیت اون رو، میگن بله ما بودیم که چنین کردیم. خب دلیلش چیه؟ چرا یک گروهی میپذیره که دست به چنین کاری زده؟ چرا هویت خودش رو فریاد میکشه؟ دلیلش چیست؟ در کنار این اشاره کردیم که ایدئولوژی در کنار هویت بخشی فردی و جمعی سعی میکنه اهداف رو هم مشخص میکنه، یعنی به کجا، به کدوم سرزمین، به کدوم بخش باید حمله بشه. ابزار و روش ها رو هم ایدئولوژی سعی میکنه به درون اون گروه تزریق بکنه که ما با چه روشی میتونیم این کار رو بکنیم. که من عرض کردم مسائلی مثل فتک، اغتیال، عملیات استشهادی، اعدام انقلابی، اینا تعابیری است که در درون ایدئولوژی ساخته میشن
ابزارهایی هستند که در درون ایدئولوژی ارائه میشه که شما گروه تروریستی یا افرادی که میخواید این کارها رو انجام بدید، شما آدم کش نیستید، قاتل نیستید، دارید عملیات شهادت طلبانه انجام میدید، چون در درون اون گفتمان یا ایدئولوژی شهادت یک امری ممدوحه، محموده، پسندیده است. در نتیجه اون کسی که میره زن و بچه مردم رو میکشه یا بمب‌گذاری میکنه احساس نمیکنه که قاتله، بلکه فکر میکنه داره کار شهادت طلبانه، جهاد فی سبیل الله، در خدمت امام زمان خودش کار میکنه. همین مسئله سبب میشه که بسیاری از این افرادی که کار تروریستی انجام میدن در درون این شعارها محو بشن، دیگه فکر نکنن، جنبه تعقلی به کمترین حدش برسه. هرچند عملیات های تروریستی، حالا ما بعداً به رهیافت ها اشاره خواهیم کرد، چون 4 رهیافت وجود داره، برای اینکه فهم کنیم آیا این تروریست ها دیوانه هستن؟ چون خیلی ها دیدید اشاره میکنن که اینا یک مش آدم های جانی هستن. آیا این تروریست ها وقتی میخوان دست به جنایت بزنن میدونن که دارن جنایت میکنن؟ یا اینکه نه، معتقدن این جنایت نیست، این حقی است که ما داریم از کشورهای دیگر که به ما ظلم کردن میگیریم. بسیاری معتقدن اینها منطقی عقلانی رفتار میکنن. نقش ایدئولوژی چیست؟ اینا بحثایی است که ما برای بازشناسی پدیده تروریسم بهش نیاز داریم. وقتی اینها رو فهم نکنیم راه مبارزه با اون هم مشکله. یعنی وقتی در آینده خواهیم رسید به این مثلا، اگر معتقد باشیم که تروریست ها اندیشه های دینی یا مذهبی دارن، نتیجهش متفاوت خواهد بود. یعنی شما باید اون مراکز دینی، امامان جماعت و گروه های دیگر رو زیر نظر ببرید. اگر بحثشون منطقی عقلانی است، شما باید هزینه ها رو برای اونها بالا ببرید که احساس کنن میزان فایدهش کمه و دست از اون کار بردارن. حالا ما اینا در آینده خواهیم دید. بحث رو پراکنده نمی کنم. از همون بحث ایدئولوژی آغاز میکنیم و سعی میکنیم بریم به سمت جلو. خب این ایدئولوژی که ما اشاره کردیم هویت میده، اهداف رو تعیین میکنه، ابزار رو ارائه میکنه، چطور در درون جوامع شکل گرفته؟ از چه فرایندی ما تابع یک باور، عقیده یا ایدئولوژی میشیم؟ آیا همه ما به یک سان و از یک طریق به یک ایدئولوژی باور داریم؟ اولین عامل آگاهی و دانش، یعنی عده‌ای آگاهانه یک ایدئولوژی رو میپذیرند. آن ایدئولوژی مارکسیست، کمونیست، ناسیونالیست، نمیدونم لیبرالیسم، هر چیزی هست. کسی که به ناسیونالیسم باور داره تئوریسین نظریه پردازه، برای شما دلیل اقامه میکنه، یعنی آگاهانه اون پدیده رو پذیرفته. مارکسیستا وقتی به مارکسیسم باور دارن آیا جاهلن؟ ناآگاهن؟ نه، یا آگاهی دارن. آگاهی به این معنا نیست که اندیشه‌هاشون درسته، به معنای اینکه با یک دلیلی اون ادعا رو پذیرفتن. بین اونها فیلسوفان وجود دارن، نظریه پردازان وجود دارن. ما بارها عرض کردیم رژیم های استبدادی، دیکتاتوری مگه بدون نخبگان روی پا میمونه؟ نه، کسانی هستند که با دانش و آگاهی این پدیده رو قبول دارن، موجهش میکنن. شما اندیشه های بنیادگرایانه در درون اسلام رو به نگاه بکنید، نظریه پرداز داره، تئوریسین داره. برای تروریسم بسیاری از این تئوریسین ها هستن که به سوالاتی که بعضن یک شخص، حالا بگیم آدم عادی، داره پاسخ میدن، او رو مجاب میکنن، با دلایل پذیرفتن که این عمل ما یک عمل کور نیست، یک عمل ناآگاهانه نیست، بلکه کاملا از روی آگاهی است. دومین عاملی که تأثیر گذاره شوره، اشتیاقه. یعنی جایی که شما میبینید در زمان جنگ یا در زمان حالا بگیم کارهای مختلف نظامیگری، اون فضا باعث میشه که یک عده‌ای جذب بشن در درون این فرایند فعالیت بکنن. ما پیشتر عرض کردیم بعضی از انگیزه ها رو،
یعنی شور و اشتیاقی که در درون یک ایدئولوژی به مردم داده میشه که امام زمان از شما خوشنود میشه، حاکم ما از شما خوشنوده. برای همین اون شخص با اون شور و اشتیاق و اون عواطف و احساسات وارد اون فضا میشه. وقتی نام همقطار خودش رو در رسانه ها میبینه که آمده مثلا 200 نفر رو کشته، او هم میگه خب من هم برم این کار رو بکنم. حالا ما به این پدیده شور و اشتیاق در درون ترورهای صدر اسلام اشاره خواهیم کرد در کنار عقیده. و بنابراین شور و اشتیاق هم یک ایدئولوژی رو مورد پذیرش قرار میده، یک ایدئولوژی که بخصوص در دوران مدرن پشتوانه هایی داره، جمعیت زیادی به اون ایدئولوژی باور داره. طرف ممکنه آگاه نباشه اما احساساتش حکم میکنه که در این جمع شرکت بکنه. شما الان در همین ایام محرم که چند روز گذشته بود و هنوز هم به انتهاش رسیدیم، بسیاری از افرادی که در این مراسم حکومتی شرکت میکنن، مراسم مذهبی شرکت میکنن، ازشون سوال بپرسید که امامت یعنی چی؟ شاید ندونه. بهش بگید حسین ابن علی زندگی چطور بوده؟ شاید ندونه. میگه من به اینا کاری ندارم. من وقتی دوستانم رو میبینم که میان زنجیر میزنن، سینه میزنن، عده اون کنار دارن تماشا میکنن، اون شور و اشتیاق رو میبینم، وارد این فضا میشه. شما فکر کردید اونایی که اربعین میرن همه حسین شناسن؟ به هیچ عنوان. اون شوری که در اون جمع وجود داره باعث میشه که این جوانان یا گروه هایی که مستعد کارهای احساسی هستن وارد اون فضا بشه، بیان و شرکت بود. بنابراین پذیرش یک ایدئولوژی به خصوص برای توده ها از طریق شور و احساس و اشتیاق خیلی بیشتره. اون بخش آگاهی و دانش کار نخبگان، یعنی عده معدودی که با دانش خودشون یه ایدئولوژی رو میپذیرن. حالا ممکن اون ایدئولوژی غلط باشه یا درست باشه، دلایلش کافی باشه یا ناکافی باشه، اما یه بخشی از اون طریق. بخش بیشترش کسانی هستند که با شور و اشتیاق و علاقه میان در درون اون فضا و فعالیت. جنبه دیگر تبعیت از اشخاص خاص، یعنی من وقتی میبینم فلان فیلسوفی یا فلان شاعری یا فلان بازیگری یا فلان بازیکن ورزشی به یک اندیشه باور داره، منم به دلیل اینکه اون شخص اون اندیشه یا ایدئولوژی رو تایید کرده، منم میگم اون درست. در واقع مرجعیت کاذب سبب میشه که ما بریم به سراغ کسانی که یه اندیشه ای دارن، فکر میکنیم چون اون آدم بزرگی است پس فکر او هم درسته. بنابراین وقتی اون شخص یه ایدئولوژی رو تایید کرد، ما میگیم بله درست. و ما از این چیزا زیاد داریم، کسانی که شیفتگان شریعتی و بازرگان و مطهری و اینها بودن، حالا یا استادشون بودن این افراد در دانشگاه یا سخنرانی هایی میکردن در محلشون، میدیدین اونها هستن، اونها میگفتن خب اون که تو فرانسه درس خونده، اون یکی که در فلانجا درس خونده، مهندسه، اون یکی دکتره. بنابراین وقتی این اشخاص شاخص یه ایدئولوژی رو تایید میکنن، ما که عوام جامعه هستیم یا دانشجو هستیم، دیگه ما که از استاد استادتر نیستیم، بنابراین بپذیریم اون اندیشه رو. پس تبعیت از اشخاص شاخص هم یک راه پذیرش ایدئولوژی است. دیگری مسئله تقلیده، یعنی جایی که شما به مرور زمان در نسل‌های دوم و سوم می‌بینید آنچه که پدرم بود منم هستم، پدرم مارکسیست بود منم هستم، خانوادگی اینطوری هستیم. افتخارم تازه میکنم بعضیا، ما خانوادگی شاه دوستیم، ما خانوادگی امام دوستیم، ما خانوادگی اینطوری هستیم. حالا مثلا اینو افتخارم تازه میدیم. یعنی آنچه که در درون یک جامعه به شکل تقلیدوار وجود داره و یکی از آسیب‌های جامعه ماست. شما برای اندیشت دلیل داشته باشی، هیچ ایرادی نداره. ولی وقتی میگی خانوادگی اینطوری هستیم، یعنی کار تقلیدی، بابا مامانم خودم احتمالاً هم فرزندانمون همه اینجوری هستیم، با این داستان بزرگ میشه. دیدید دیگه،
ما ایرانیان شیعه دوست هستیم، امام دوست هستیم، ما خانوادگی حب علی داریم. حالا حب علی از روی چیست؟ تقلید. چون اگه دلیل داری باید بگی من با این دلایل علی رو دوست، من با این دلایل مسلمان. پس علاوه بر تبعیت از اشخاص خاص، وقتی این پدیده ادامه پیدا میکنه تبدیل میشه به یک امر تقلیدی. مورد دیگری وضعیت اجتماعی است، یعنی جایی که شما نگاه میکنید در درون یک جامعه مثلا شیعه قدرت داره، احساس میکنید در شیعه منافعی وجود داره، من اگه شیعه باشم مالم حفظ میشه، میتونم به مدارج بالا برسم. برای همین حالا اگه یهودی باشید، اگر مسیحی باشید یا هر چیز دیگر، میاد میگید من مسلمان. بعضی از این افراد رده های بالای رژیم هم سوابقشون مثلا به بهاییت و یهودیت و اینا میخوره، اما چون میدونن اگر بگن ما یهودی هستیم یا بهایی هستیم یا بعضا حالا بگیم مسیحی هستیم، خب در این نظام به جایی نمیرسیم. بنابراین نام خانوادگیمون رو عوض میکنیم، بعدم میریم به حال در حج یک حجی هم به جا میاریم و میایم و اشاره میکنیم که ما شیعه هستیم. چون امروز شیعه بودن در درون جامعه یک پوانه، یک امتیازه. حالا ولایی بودن هم که دیگه بهش اضافه شده. در درون خیلی از نظام ها اینطوریه. یعنی در نظام های ایدئولوژیک، چون اساس ساختارهای رژیم ها این است که شما اگر به اون ایدئولوژی وفادار باشید میتونید دارای امتیاز بشید. یه ویژگی هایی به شما میده. بنابراین شما سعی میکنید حتی اگر هم نبودید بشید. شما دیدید خیلی از کسانی که در زمان رژیم گذشته به هر حال کاری بودن یا حالا در محلات یا در شهرها، ناگهان 24 ساعته تغییر روش دادن. یعنی طرف تا دیروز به قول اینها طاغوتی بود و شاه دوست بود و فلان بود، ناگهان با آمدن جمهوری اسلامی یه ریشی گذاشت و امام دوست شد و اسمشو عوض کرد و یه سیدی هم اولش گذاشت، شد یک آدم امروزی. عجیبه، ما از این خیلی زیاد داریم. یعنی کسانی که عکس قبل از انقلاب با بعد از انقلابشون رو نگاه بکنید خیلی تفاوت داره. بازیگران سینما رو شما نگاه کنید، ما کم نداشتیم بازیگرانی که در زمان رژیم گذشته در یک فیلم هایی بازی میکردن، وقتی ازشون سوال میپرسیدیم میگفت هیچ ایرادی نداره. خب چه ایرادی داره؟ از یکی از نموناشون آقای حسین گیل، قبل از انقلاب نقشای بازی میکرده، رئیس کاباره بود و نمیدونم نقش منفی فیلم ها بود و هزار تا کار میکرد، بعد از انقلاب شد یکی از سرداران سپاه، مسئول فیلم سازی شد و یه دفعه روش عوض کرد. این ما کم نداشتیم. یعنی وقتی میخواید فهم کنید که چرا در بعضی از جنبه ها بعضی از انسان ها یک شبه نظرشون عوض میشه، به این معنا نیست که اونا آگاه شدن. یعنی طرف تا دیروز مثلا فکر میکرده که این درسته، 24 ساعت بعد دیگه فهمیده که نه، اون همش کلن غلط بوده، حالا این یکی درست. حتی تغییر عقیده هم نیاز به یک زمان داره. انسان ها یک شبه تغییر عقیده نمیدن، یک برد زمانی نیازه، یک فاصله زمانی نیازه تا دانش های جدیدی که شما اخذ میکنید بتونه جایگزین اون دانش قبلی بشه، معرفت قبلی بشه، آگاهی قبلی بشه. اما چون فضا عوض شده، وضع اجتماعی دگرگون شده، حالا شما میگید خب بله، من دیگه به اون ایدئولوژی گذشته باور ندارم، اون ایدئولوژی ناسیونالیستی زمان پهلوی به درد نمیخوره، ایدئولوژی امت محور امام خوبه. یک شبه فهمیده. حالا اگه بپرسی ناسیونالیست چیه نبلده، اگر بپرسی امت چیه اینم بلده. اما مسئله برسنه که چون تغییر اجتماعی ایجاد شد، طرف مقابل احساس میکنه که در این فضا میتونه فکر خودش رو، دیدگاه خودش رو تبدیل بکنه به یک امتیاز ویژه. پس خیلی از تغییر نظر نسبت به ایدئولوژی ها یا باورها به وضع اجتماعی هم مربوط. اما یه نکته دیگه هم هست و اون وضع محیطی است. من این دوتا رو تفاوت قائل میشم، چون خواستم نشون بدم که چطور در درون یک جامعه شما میتونید بلافاصله تغییر روش بدید توسط بعضی از افراد.
اما وضع محیطی مقصودم اینه که شما وقتی در یک محیطی به دنیا میاید، بخواید یا نخواید، در درون اون عقاید رشد میکنه. مثلا چرا ما ایرانیان مسلمانیم، اینقدر اسلام رو قبول داریم؟ به خاطر اینکه در جایی به دنیا آمدیم که مسلمان بودن، از کودکی اینها رو در ذهن ما انجام جامعه پذیرمون کرد، با اون فرهنگ رشد کردیم. اگر ما در استرالیا به دنیا می آمدیم، به همان شدتی که امروز از اسلام دفاع می کنیم، از مسیحیت دفاع می کنیم. اگر در یک جای دیگری به دنیا می اومدیم، از بودیسم دفاع می کنیم، با همین شدت و بهتر. شما فکر می کنید اونا مثلا دلیل ندارن برای عقاید خودشون؟ فقط مسلمان ها عقیده دارن، دلیل دارن، اسناد و شواهد دارن؟ نه، اونا هم باورهای خودشون رو که بسیار بسیار قدیمی تر از اسلام هم هست، از دل کتاب ها گرفتن. شما الان برید پیش بودایی، پیش یک مسیحی، پیش یک یهودی، باورهای بسیار عمیقی دارن، براش دلیل هم دارن، همون دلایلی که مسلمان ها از کتاباشون میارن اینا هم دارن. پس بسیار مهمه که ما در کجا به دنیا میاییم. گاهی ما این رو فراموش میکنیم که بسیاری از دفاعیات ما از اسلام حاصل همون محیطی است که ما به دنیا اومدیم. این محیط به مرور دانش‌های مورد نیاز اون جامعه و باورها رو به ما تزریق کرده، طریقه دفاع از اون رو هم به ما یاد داده. برای همین در برابر یک مسیحی یا یک آدمی که تو محیط ما به دنیا نیومده مقاومت میکنه. میپنداریم نظر ما درسته، نظر اونها غلط. پس همه این عوامل نقش دارن در این که در درون یک جامعه انسانها یک ایدئولوژی رو باور کنن. شما کسانی که مثلا در کشورهایی که ایدئولوژی برای مدت زیادی حاکمه، مثلا شما به شوروی کمونیستی نگاه کن، طبیعی کودکی که در اون فضا به دنیا میاد، مدرسه میره، اخبار میشنوه، در مراسم حکومتی شرکت میکنه، یک کمونیست هم عیار باشه، چون اون فضا اجازه انتشار مطالب جدید رو به شما نمیده. یک و دوم، سعی میکنه با تبلیغات یا اون کتابهایی که در دسترس شما قرار میده اندیشه های دیگر رو باطل نشون بده. پس شما با اون فرهنگ رشد میکنید. حتی اگر هم بخواید در برابر فرهنگ حاکم مقاومت بکنید، باز میبینید که خطرات بسیار زیادی داره. پس وضع محیطی بسیار اهمیت داره که ما یک عقیده رو بپذیریم، با اون رشد بکنیم، ازش دفاع بکنیم. در مورد ایدئولوژی هم همین. پس تمام این کارویژه هایی که ما عرض کردیم امروز با این فرایند برای ما تداعی میشه که چرا عده‌ای به ایدئولوژی ها باور. پس بخشی از این تروریست هایی که شما دارید میبینید با استفاده از دانش و آگاهی آمدن، بعضی افراد دیگر به سبیل اینکه گروه های خاصی آمدن در درون این فضا وارد شدن. وضع اجتماعی بسیار مهمه. شما مثلا افغانستانی که شوروی بهش حمله میکنه و گروه های جهادی داره تو شکل میگیره در نظر بگیرید، پاداش هایی که داده میشه، کسانی که به عنوان قهرمان نام برده میشن، خب این سبب جذب خیلی از افراد به این فضا میشه. بسیار مهمه که ما این رو فهم کنیم. تمام کسانی که وارد ایدئولوژی میشن آدمای احمق و نادان نیستن، نه، خیلیاشون دانا هستن، خیلیاشون به تبعیت از نخبگان وارد فضای ایدئولوژیک میشن، بخشایی هم به خاطر وضع محیطی یا اجتماعی است. در کنار این، خود تروریست در سه سطح قابل بحثه. سه سطحی که اگر ما هر مرحله و مقاومات اون رو دقت نکنیم میتونه برای ما خطرناک باشه. اولین سطح، سطح فکر و اندیش است. یعنی بیاید شما فرض کنید سلیمانی امیری کتابی می‌نویسه، یه برنامه ای تهیه میکنه. در درون برنامه هاش دائما به دنبال اینه که جو رعب و وحشت رو نسبت به مخالفین خودش ایجاد بکنه. دائما صحبت از حذف این، کشتن اون، شکنجه کردن اون، موجه کردن بعضن
تبعیضها بر علیه این و اون رو برای شما تداعی میکنه، بر علیه دیگران پرونده سازی میکنه، به دیگران دشنام میده. خب این نشان میده که فکر سلیمانی فکر بسیار بسیار خطرناکی است. یعنی ارزش های طرف مقابلش رو به رسمیت نمیشناسه، آدم متساهلی نیست و کسی است که به هر حال مطلوب یک فضای انسانی و گفتگوهای میان دو انسان قرار نمیگیره، بلکه میخواد با برچسب زنی دیگران رو کنار بزن. کنارمون خیلی هستن از این، شاید گاهی ما خوشحال هم میشیم. یعنی من اگر ببینم یک انسانی به دشمنان اندیشه‌ای که من و اون آقا مشترک هستیم حمله میکنه، بهش میگم آفرین تو ملیگرایی، چون داری بر فلانی مثلا با این نگاه میتازی که او مثلا فلان است. دیدید در این تعابیری که به کار میره، جمهوری اسلامی هم همین کارو میکنه. کسانی که جنایت های جمهوری اسلامی رو در درون رسانه ها توجیه میکنن، یه عده اونا رو تشویق میکنن، میگن اینا ولایی هستن، اینها ذوب شدگان در ولایت هستن. ما خیلی از این افراد داریم و فاجعه بارتر اینه که رسانه ها به اونها مجال هم میدن. یعنی اگر کسی رو دیدیم داره بر علیه آقای الف پرونده سازی میکنه، هیچ وقت سوال نمی کنیم که اسنادت کجاست، بگیم بذار بگه، چون اون آقایی که ایشون داره در علیه اون پرونده سازی میکنه با خودمونه. پس این اندیشه و تفکر بسیار مهمه در خانشی که بر ذهنیت افراد بود. شما کتاب نبرد من هیتلر، خب میدونید این کتاب در زندان نوشته شد، اما اندیشه های هیتلر در اون کتاب بود. یه دی نخواستن ببینن، یه دی نخواستن بخوانن. شما قرآن رو بخونید، اون اندیشه هایی که در دوران مکه وجود داره، در درون اون هم ترس و وحشت و حزب وجود داره، دشنام وجود داره. چون یه دی فکر میکنن اسلام از زمانی که در مدینه تشکیل حکومت داد خشن شد، در حالی که من میخوام عرض کنم اصلا اول باید به ریشه ها پرداخت. اسلام در مکه هم خشنه، اما خشونتش کلامی است. دیگران رو زنازاده خطاب میکنه، گمراه خطاب میکنه، در جهنم میبینه، یک خدای وحشتناک رو نشان میده، کفار و مشرکان رو حیوان میدونه. مگه کمن در قرآن کل انعام بل هم ازل؟ خب کل انعام یعنی چی؟ یعنی مثل حیواناتی، بل هم ازل، حتی پستر از حیوانات. خب در نبرد من هیتلر هم همین ها وجود داره. پس یک عقیده و اندیشه وقتی در درون خودش فحاشی به دیگران رو مجاز میدونه، دیگران رو حیوان و پستر از حیوان خطاب میکنه، اونها رو نجس میدونه، اونها رو گمراه میدونه، این یعنی اون خشونت کلامی که فعلا در ذهن شخص اسم قدرت نداره. خب این یک سطح از تروریسم، تروریسمی که سعی میکنه به دیگران برچسب بزنه، دیگران رو خالی کنه از شأن انسانی، برای اونها پرونده سازی بکنه و سعی کنه مقدمات حذف این گروه ها رو فراهم. سطح دوم چیزی است که هانا آرنت ازش نام میبره به اون جنبش های تروریستی است. یعنی جایی که پیرو به اون اندیشه یک عده طرفدار هم جمع میشن. یعنی شما فرض کنید من سلیمانی کتابی می نویسم، در درون این کتاب ایدئولوژی خودم رو حق میدونم، بقیه رو باطل. بعد معتقدم این باطل ها رو باید حذف کنم. این گروه ها شیطانی هستن، گمراه کننده هستن، انگل هستن، میکروب هستن. به تعابیری است که به کار رفته، چه در اندیشه های هیتلر به کار رفته، چه در اندیشه های موسولینی به کار رفته، چه در میان شوروی کمونیستی افرادی که تئوریسین بودن اینا رو به کار می‌بردن، در قرآن هم به کار رفته. حالا یک عده طرفدار این حرکت میشن، یعنی میگن آه سلیمانی درست گفت، این یهودی ها آدم های خیلی بدی هست، این سرمایه دارها خیلی بدن، خون ما مستضعفان یا پرولتاریا رو گرفتن،
ابزار تولید دستشونه، ما رو استثمار میکنن. اسلام هم که کفار و مشرکین و یهودیان و اینا هم جزء همین گروه بیه ده علاقه مندن به این مسئله. حالا شما در فضای سیاسی ما نگاه بکنید، اینا خطره ها. یعنی کسی که از 80 میلیون ایرانی فقط کسایی رو قبول داره که به یک گروهی وابستن، بقیه همه غیر ملی هن. همه گمراهن، همه خائنن، همه در خدمت جاهای دیگه هستن، فقط ماها خوبیم. ما هزینه دادیم، ما هستیم که داریم مبارزه میکنیم. یه ده باور دارن این اندیشه ها رو، بنابراین پیرامون اون اندیشه جمع میشن. اینا وارد فضای اجتماعی میشن. هانا آرنت بهش میگه جنبش های تروریستی. شما گروه هایی که هیتلر جمع کرد که روز اول قدرت نداشتن، پیراهن قهوه‌ای هایی که پیرامون هیتلر جمع شده بودن و گروه های تند رو، اینا اول شروع کردن حرکت های اجتماعی رو. میرفتن مغازه های یهودی ها رو شیشه هاشو میشکستن، چهار تا یهودی رو میزدن، به سرمایداران یهودی تعرض میکردن، این کار رو انجام میدن چون از حکومت دستشون نیست. جنبش های اسلامی رو شما نگاه بکنید، الان پرن از این جنبش ها. چیکار میکنن؟ ممکنه حکومت ندارن اما کارهای تروریستی میکنن، میخوان اندیشه های خودشون رو حقنه بکنن. فدایان اسلام یه حرکت اینطوری بود، گروه هایی که در درون یک جامعه میخوان حکومت اسلامی ایجاد بکنن، میریم اندیشمندانی مثل کسروی رو میکشیم، سیاستمدارانی مثل رزمارا و حجیر و اینا رو میکشیم، میریم وارد فضای رعب و وحشت میشیم. اینا جنبش های تروریستی هست. شما قبل از شوروی کمونیستی نگاه بکنید استالین و اینا چیکار میکردن، کارخونه ها رو میزدن، نمیدونم تخریب میکردن، آتش میزدن، بانک ها رو میزدن که به مردم بگن ما کسانی هستیم که این وضعیت رو قبول نداریم، اما از طریق خشونتبار میخواییم رعب و وحشت ایجاد بکنیم که شما قدرت ما رو فهم. موسولینی مگه یک شبه قدرت گرفت؟ پیراهن مشکی های او تو خیابان های میلان و شمال ایتالیا در حال گشت و گذار بود، هر کسی رو مخالف می دیدن می زد. یک جو رعب و وحشت ایجاد کرده بودن. بنابراین دومین سطحی که تروریسم شکل می گیره جنبش های تروریستی است. پس جدای از افکار تروریستی، یعنی افکاری که در درون خودش رعب و وحشت و حراس رو موجه می دونه، حزب گروه های مختلف رو مجاز میدونه، مرگ بر این مرگ بر اون رو تئوریزه میکنه، حالا میاد در خیابان گروه های خودش هم میاره. عکس های موسولینی هست، همه دنبالش. عکس های هیتلر رو میارن، بقیه دنبالش. هر کسی هم مخالفت بکنه شروع میکنن به زدن. این فضا امروز هم وجود داره. سطح سوم رژیم های تروریستی هست که این تعبیری است که تیسماننو بکن، یعنی جایی که همین جنبش ها صاحب قدرت میشه، یعنی این قدرت رو پیدا میکنن که حالا رژیم رو بندازن و دیگه کاملا با فراغ بال بشینن قانون تهیه بکنن بر اساس دیدگاهشون، حزب بسازن، ساختارهای پلیسی امنیتی ایجاد بکنن با پولی هم که در اختیار دارن، حالا یا پول نفته یا پول مالیاته یا کمکی هستش که هست مصادره اموال دیگران که در رژیم گذشتهشون بودن گرفتن، حالا دیگه آدم هم استخدام میکنن. شما فکر کردید شوروی کمونیستی چطور تبدیل شد به رژیم ترور؟ اول از سطح دیدگاه های افرادی بود که کشتن دیگران رو مجاز میدونن، بعد وارد فضای جنبش میشه، بعد که رژیم رو گرفت حالا گولاگ ها ساخته میشه. نازیست در آلمان در چه سطوحی شکل گرفت؟ یک نبرد منی نوشته میشه، گروه های دیگری حمایت میکنن، اون رو پرورشش میدن، بعد تبدیل میشه به جنبش های اجتماعی، بعد میتونه جمهوری وایمار رو کنار بزن، حالا صادق میشه. تاریخ فاشیست تو ایتالیا رو بخونید.
مگه موسولینی یک شبه قدرت گرفت؟ نه. جمهوری اسلامی رو بخون، حرکت های اسلامی از روی تفکر که شما دیدید فدایان اسلام رو من به عنوان نمونه مثال زد، موفق نشد. چه بسا اگر موفق میشد همون مشتبه نواب صفوی تبدیل میشد به یه خمینی دیگر، یعنی او میشد رهبر. وقتی او رهبر بشه جامعه چگونه خواهد بود؟ قابل پیش بینی نیست، اصلا نیاز به گفتن نداره. جامعه ای که او بسازه حکومت تروره، حکومت وحشته، حکومتی که همه ابزارهای خودش رو در اختیار ایجاد رعب و وحشت به کار میبره که مردم ایدئولوژی منو باید بپذیرن، نپذیرن حذف میشن. پس میخواید فهم کنیم چرا رژیم جمهوری اسلامی رژیم تروره؟ برگردید به ایدئولوژیش، برگردید به جنبش هایی که اونها انجام داد، حرکت هایی که صورت داد. میگه ترورها کم بوده از صدر اسلام بگیرید تا به امروز، نه در کجا موجه شده. حالا ما بر آینده به این اسناد اشاره خواهیم کرد، اسنادی که از همون صدر اسلام ترور رو موجه میکنه، عملی که منطبق با عقیده است. و بعد وقتی حکومتی رو ایجاد کردید اون حکومت میشه حکومت ترور. ما در داستانهای مربوط به زندگانی علی اشاره کردیم چطور جو رعب و وحشت در کوفه ایجاد شد. آقای رسول جعفریان خواندیم ازش که به صراحت اشاره میکنه، میگه فضای کوفه به قدری آماده بود که هیچ کس جرأت مخالفت نداشت. خب این یعنی همون حکومت ترور. آقای جعفریان ممکن اینا رو متوجه نشه که داره مینویسه، البته او از روی اسناد مینویسه، درست هم مینویسه، اما یک تحلیلگر میفهمه در جامعه ای که در اون مخالف حق اظهار نظر نداره این حکومت ترور، حکومت وحشت، حکومت سانسور، این حکومت ترور. ترور که عرض کردیم فقط آدم کشی نیست. شما اگه یک نویسنده رو به دلایل مختلف کاری کنی که ننویسه یعنی وحشت ایجاد کنی. قطع های زنجیری در جمهوری اسلامی برای چیه؟ برای اینکه نویسندگان ننویسند. اگر میخوای بنویسی یادت باشه به سر سعیدی سیرجانی ها چه آمد. اگر میخوای کار سیاسی بکنی یادت باشه به سر فروهرها چه آمد. اگر میخوای کارهای مدنی و اجتماعی بکنی یاد بگیری که بر سر افرادی که در محیط زیست و جاری فعالیت میکردن چه آمد. نه، حکومت های ترور هم. کسانی که سال 57 دنبال خمینی دویدن فاقد این شعور و فهم بودن. رژیمی که امامش آخونده حکومت ترور خواهد بود، چون اندیشه هاش مشخصه، جنبش هاشون هم مشخصه. پس عجیب نیست سینما رکس آبادان رو شما وقتی میشنید، نه اونو چیز عجیبی نیست، حکومت ترور هم، حکومت وحشت هم. امروز هم اگر دنبال هر حرکتی میرید یادتون باشه شعار اون جنبش و اون حرکت چیه. اگه مرگ بر این و مرگ بر اونه بذاریدش کنار، اگر به دنبال حذف این و اونه بذاریدش کنار، اگر کسانی در اونجا هستن که میخوان چوبه دار برپا بکنن، دیگران رو از گور بالا بکشن آتش بزنن، کسانی که شعار میدن ما 57ها یعنی چی، من واقعا متوجه نمیشم 57ها یعنی چی. اگه منظور اینه که اینا دین باور بودن، خب شاه اون مملکت که بیشتر دین باور بود، ما خواندیم از شاهنشاهی و دین داره. اگه منظور اینه که اونها برای فضای دموکراسی آشنایی نداشتن، خب همین عدم آشنایی رو شما الان دارید. اونها هم اون رژیم رو طاغوت میدونستن، میخواستن حذف کنن، میگفتن مرگ بر شاه. اینا میخوان اینا رو حذف کنن، میگن مرگ بر چپی و مجاه. خب کی میخواید دست از مرگ بردارید اصلا؟ حالا فرض کنید چپی اصلا اشتباه میکنه، اندیشش خطاست، شما اندیشهاتو تقویت کن، جامعه بپسید. اما با مرگ بر این و مرگ بر اون ما به دموکراسی نخواهیم رسید، ما به آزادی نخواهیم رسید. این افکار بسیار خطرناکیست. هیتلر همین کارو میکرد، بدبختی جامعه آلمان رو به گردن یهودیا مینداخت، اینا ما رو بدبخت کردن. بگردن سیاستمداران جمهوری وایمار میداخت، میگفت اینا ما رو بدبخت کرد.
جامعه آلمان یه لحظه چشماش رو بست، فکر کرد که راست میگه، اگر ما بدبختیم فقط یه عامل هست، اینان. بعد رفتن به سراغشون، تن دادن و بعد دیدن چه فاجعه‌ای به بار اومد. هنوز که هنوز آلمانیا در پیشگاه تاریخ خودشون رو محکوم میدونن که ما چه جنایت هایی کردیم بر علیه انسانیه. بسیار نیازه که ما به خودمون امروز نگاه بکنیم. هر کسی دزدی کرد که نیاز نیست منم برم دزدی بکنم. دیگری خطا میکنه، شما باید تو کارتو درست انجام بدید. پس بحث بسیار مهمی است که امروز فضای سیاسی ما به سمتی نره که روزگار آلمانی ها رفتن، روزگار روس ها رفتن، روزگار دیگر ایتالیایی ها رفتن. سال 57 ما همین فریب رو خورد. نخبگانی که در درون یک ایدئولوژی رحمت می دیدن. فکر می کردن مثلا اندیشه یک آخوند شیعه به شما اجازه میده که ضد اسلام حرف بزن، نقد دین بکنه، در سیاست شما رو مداخله میده، به دموکراسی باور داره، به آزادی های اجتماعی باور داره. بعدم خیلی راحت، آقا ما ولایت فقیه خمینی رو نخوانده بودیم. عزیز من یک کتاب رو نخوندی، قرآن هم نخوانده بودی، کتاب های دیگری که علمای شیعه نوشته بودن نخوانده بودی. آبشخور فکریش یکیست، چه فرقی میکنه؟ یک سوره از قرآن رو میخوانی میتونستی، کسی که نماینده این تفکره برات آزادی نمیاره، برات برابری نمیاره، ولی ما اینا رو فهم نمیکنیم. امروز هم باید ایستاد جلوی اندیشه و افکاری که به دنبال پرونده سازی بر علیه دیگران، به دنبال حذف دیگران. این تندروها به ظاهر سر و صدای بالایی دارن، اما به همون اندازه میتونه فاسد باشن. یک سیاستمدار زرنگ، یک سیاستمدار خبره میفهمه نباید اونو سرمایه گذاری بکنه، تمام اعتبارش از دست خواهد داد. گاهی ما فریب سر و صدای افراد رو میخوریم. همیشه نیروهای تندرو اینطوری هستند، سر و صداشون خیلی بالاست. اتکای هیتلر به پیراهن قهوه‌ای ها و موسولینی به پیراهن مشکی ها همینطوری بود، چون سر و صدای اونها خیلی بالا بود. اما حکومتی که اونها ایجاد بکنن داستانش تبدیل میشه به یک رژیم ترور. اینو تروریسم اشکال مختلفی هم داره. پس این سه سطح رو من عرض کردم: سطح فکری که نباید بهش بی‌اعتنا بود، سطح جنبش که باز هم عیان میشه دیگه، یعنی از اون حالت ذهنی بیرون میاد. مثلا شما فرض کنید سلیمانی یک شعاری مینویسه در کتابش، شعار به ظاهر خطرناکه، اما یه عده میگن خب این به شکل استعاره و کنایه و اینها به کار برده، عملش اینطوری نیست. اما تو خیابان ببینید سلیمانی در کنار افراد تندرو قرار داره که شعارهای خطرناک میدن، اون وقتی که اون ذهنیت به عمل در اومد. نباید نسبت به میتونه، اما وقتی تبدیل بشه به رژیم ترور دیگه کار براندازیش بسیار دشواره، چون هیچ حد یقفی برای خونریزی نداره. اشکال تروریسم چیست؟ خب ما یک شکلی از تروریسم داشتیم که در گذشته هدفمندیش نسبت به افراد خاصی بود. دیدید خیلی از حاکمان ترور شدن. در ایران ما هم همینه، خسرو پرویز ترور شد، آقا محمد خان ترور شد، نادرشاه ترور شد به اصطلاح. این کسانی بودن که عده ناراضی سعی میکردن اونا رو حذف کنن. وزرایی هم بودن که در این داستانها ترور شدن، به قتل رسیدن. از خواجه نظام الملک بگیری تا امیر کبیر و دیگر در زمان رژیم پهلوی هم همینطور، رزمارا و خیلی های دیگه ترور شد. این نوع ترور به سطح جامعه مربوط نبود، یعنی هدفش ارعاب مردم نبود، فقط حذف یک عنصری بود که اون گروه ها و گروه های مختلف سیاسی خودش رو اون شخص رو مانع میدونستن، میگفتن این اگه بره همه چیز حل میشه، بنابراین دست به ترور میزد. ترور دیگر ترورهای بازدارنده است،
یعنی جایی که گروه ها سعی می کنن برای اینکه سیاست های یک رژیم رو تغییر بدن وارد فضایی بشن که گروه های خاص یا نمایندگان اون گروه یا حزب یا اون تفکر رو از بین ببرن. مثلا قطع های زنجیره ای یک نوع ترورهای بازدارنده است، یعنی میخواد نشان بده که ما باید فضا رو به نحوی بکنیم که نخبگان بترسن، دست از کارشون بردارن. بعضی از ترورهای بازدارنده هم در کشورهای دیگر رخ داد. مثلا خیلی ها بیرون رفتن فرانسه و امریکا رو در سال 1983 در لبنان حاصل همون ترورها میدونن که بعضا پای جمهوری اسلامی هم در اون درگیر بود. یعنی جایی که ما با بمبگذاری بالا نسبت به سربازان خارجی یا مستشاران خارجی کاری بکنیم که رژیم ها دست از سرمایه گذاری بردارن، دست از حمایت از این گروه ها بردارن، دست از کارشون بردارن. مثلا اگر قرار در مورد مسئله نفت تصمیم گیری بشه، ما فرض میکنیم سیاست رژیم چیزی نیست که ما میخوایم، بنابراین میریم و اون مسببین مسئله نفت یا گروه های دیگر رو ترور. پس دومین شکل تروریسم، تروریسم بازدارنده است که خیلی هم رایج شایع. سومین شکل تروریسم، تروریسم استقلال طلبانه است، یعنی گروه هایی که در برابر یک حکومتی قرار دارن که این حکومت ها سرکوب میکنن، مردم رو به حقوق خودشون نمیرسونن. گروه های مختلف سعی میکنن از طریق غیر دموکراتیک، چون فضا فراهم نیست، دست به اسلحه ببرن. ما در سرزمین خودمون خیلی از این داستان ها داشتیم، در انگلستان هم هست، یعنی بحث هایی که مربوط به جمهوری ایرلند و جاهای دیگه بود، اینا هم برای استقلال را هندوستان در این کشورهای بزرگ منطقه رخ داده. گروه هایی که احساس میکنن رژیم اونها رو به حقشون نمیرسونه، بنابراین به سمت استقلال طلبی میرن، اما نه از درون فرایند دموکراتیک بلکه با اسلحه. نوع دیگری از تروریسم وجود داره که بسیار امروز شایع هست و اون تروریسم نیابتی است. چرا نیابتی؟ در جهان کنونی زینه های جنگ رو در رو خیلی زیاد. آره، همین دولت ها به سمتی رفتن که به شکل مستقیم وارد جنگ با یک دولت دیگه نشن، گروه های شبه نظامی درست بکنن، گروه های تروریستی درست بکنن که به منافع رژیمی که در اصل با اون مشکل دارن لطمه بزنن. مثلا شما نگاه به جمهوری اسلامی بندازید، میدونه که نمیتونه با امریکا رو در رو بشه، جنگ مستقیم با امریکا هزینه بسیار زیادی داره و چه بسا رژیم از هم بپاشه، جنگ تبدیل بشه به یک جنگ همه جانبه و در نتیجه رژیم از بین بره. خب چه میکنه؟ میخواد به منافع امریکا به هر حال ضربه بزنه، میره از حوثی های یمن کمک میگیره، یعنی اونا رو میسازه، میره فاطمیون و زینبیون میسازه، میره هشت و شعبی میسازه، کارهای تروریستی میکنن، به سفارت حمله میکنن، به پایگاه امریکایی حمله میکنن، بمب های کنار جاده ای میذارن. دیدید دیگه، کشورهای دیگه هم همین کارا رو میکنن، یعنی اونها هم گروه های نیابتی درست میکنن که به منافع دولت دیگری که نمیخوان باهاش مستقیم روبرو بشن حمله بکنن. دلیل اینکه جمهوری اسلامی این گروه ها رو درست میکنه چیه؟ یا از این گروه ها حمایت میکنه چیه؟ به خاطر اینکه میخواد با اسرائیل یا با امریکا یا با جاده مستقیما وارد جنگ نشه، هزینه‌اش زیاده. پس رژیم های ترور به خاطر پولی که در اختیار دارن گروه های تروریستی رو هم درست میکنن برای اینکه در راستای کار خودشون بتونن از اون استفاده بکنن، هزینه های دولت ها رو بالا ببرن. چرا امریکا از عراق عقب کشید تا حدود زیادی؟ چرا از افغانستان عقب کشید؟ چون هزینه ها خیلی زیاده. شما دائما اخباری میشنوید که سربازان ما در عراق کشته شد، سربازان ما در افغانستان کشته شد. خب این هزینه داره. جمهوری اسلامی یاد گرفته، خیلی از این کشورها یاد گرفتن، این در سیاست اونها قرار گرفته است این کار، که ما میتونیم با ایجاد گروه های تروریستی هزینه های ماندن یک رژیم قدرتمند رو بالا ببریم. وقتی او از
حالا احساس کنه هزینهاش زیاده، خب نیروهاش بیرون میکشه و ما پیروز میشیم بدون اینکه حتی یک تیر به خود امریکا شلیک کنیم از جانب خودمون. امروزه بسیاری از گروه های تروریستی در این بخش قابل فهمن، جایی که کشورهای ضعیفتر اونها رو تقویت میکنن که بتونن از اون بهره برداری. پس فلسفه وجودی بعضی از این گروه های تروریستی در اینجاست که رژیم جمهوری اسلامی یا هر رژیم دیگری که احساس کنه قدرت برابر با یک رژیم قدرتمند رو نداره، سعی میکنه با ایجاد چنین هسته‌های تروریستی هزینه ها رو برای اون رژیم بالا ببره تحت عنوان گروه های نیابتی. دیدی در اخبار که میگن، میگن گروه های نیابتی. از اون طرف هم این گروه ها وقتی کاری میکنن، مسئولیتش هم به عهده میگیرن، میگن آقا ما بودیم کردیم. جمهوری اسلامی هم میگه خب اینا به من مربوط نیست، اینا خودشون سیاست های خودشون دارن. دیدی دیگه حماس وقتی 7 اکتبر اومد اون کار تروریستی رو انجام داد، جمهوری اسلامی گفت اینا به ما اطلاع ندادن، خودشون انجام دادن. در حالی که خب ساده لوحی است، همه میدونن که این گروه های حماس کسانی نیستن که بدون مشورت از ایران و قطر و 4 تا کشوری که به اونو کمک میکنن این کارا رو بکنن. اما جمهوری اسلامی این کارو انجام داد، جشن هم گرفت، اما مسئولش نپذیرفت. پس حماس گروه های تروریستی هستن که برای جنگ های نیابتی ساخته میشن، که اگر ما نمیتونیم با اسرائیل مستقیم بجنگیم، اینا اون هزینه ها رو بالا ببرن. در نهایت شکل دیگر که من در پایان برنامه عرض کنم، تروریسم سایبریست، یعنی جایی که شما به زیر ساخت های کشورهای دیگر از طریق کارهای اینترنتی و شبکه ها اینا حمله میکنید. دیدی جمهوری اسلامی این کارو خیلی میکنه، اخیرا در آلبانی این کار رو کرد، در کشورهای دیگر این کار رو میکنه، کشورهای غربی هم البته این کار رو میکنه. یعنی اونها و کشورهای دیگر وارد فضایی شدن که بتونن از طریق سایت ها، اینترنت یا هر بحثی که در مورد شبکه های ارتباطی هست، به ساختار حمل و نقل، آبرسانی، انرژی هسته‌ای، هر چیزی که دم به دستشونه حمله بکنن که هزینه ها رو برای اون رژیم بالا ببرن، دست به تخریب بزنن. ما اینا رو شاهدیم که در جهان کنونی داره رخ میده. پس اینها هم تروریسمه. با اینکه ما فکر میکنیم حتما باید آدم کشته بشه، نه، الزاما عرض کردم تروریسم معنی آدم کشی نیست. شما میتونید رعب و وحشت ایجاد بکنید برای رژیم دیگر که اگر بخوای هزینه منو بالا ببری، زیر ساختای تو رو از نظر تکنولوژی زیر سوال خواهم برد و اونها رو مورد حمله قرار خواهم داد. خب بحثمون تا اینجا ماند، ادامه داره این بحث مبانی تروریسم که ما در نوبت آینده به اون خواهیم برد. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. با برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، موفق باشید.